به تازگی و بعد از انتشار تصاویری از ژیلاس صادقی، مجری حکومتی جمهوری اسلامی، اون هم با پوششی نامتعارف، مجتبی پوربخش، مجری سابق صدا و سیما که در ایام اعتراضات سراسری در حمایت از مردم سخن گفته بود که موجب اخراج شدنش از صدا و سیما شده بود، طی چند پست و استوری حرفای عجیب و پرحاشیه‌ای رو به سمت خانم مجری حواله کرده که کاربران و طرفداران خودش رو متعجب کرده. در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. اواخر شهریور سال 1402 و همزمان با تصویه و اخراج گسترده اساتید دانشگاه، مجتبی پوربخش، مجری معروف ورزشی و استاد دانشگاه، نامه قطع همکاری خودش که توسط مقامات وزارت علوم به رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد شعبه تهران مرکز فرستاده شده رو منتشر کرد. آقای پوربخش در شامگاه سه‌شنبه 14 شهریور با انتشار نامه‌ای در پست اینستاگرامش نوشت: نامه قطع همکاری دانشگاه آزاد به دستور مراجع ذی‌صلاح. ممنون از بزرگان علم ورزش که باعث شدن من کوچکترین این شانس رو داشته باشم در دانشگاه تهران مرکز تدریس و کلاس درس رو تجربه کنم، و سپاس از مراجع ذی‌صلاح که اینقدر پیگیرن تا ما جایی کار نکنیم. آقای پوربخش تهیه کننده و مجری برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش بود که از اعتراضات زن زندگی آزادی حمایت کرده بود. در پی برکناری مجتبی پوربخش، مجری و تهیه کننده برنامه فوتبال یک، به دلیل حمایتش از اعتراضات سراسری، این برنامه بعد از وقفه دو هفته‌ای با مجری جدیدی از این شبکه پخش شده بود. اون 14 مهر ماه سال گذشته با انتشار پستی به صورت غیر مستقیم خبر از اخراج خودش از تلویزیون حکومتی ایران رو داد. اخراج آقای پوربخش در آستانه سالگرد مهسا امینی و سرکوب گسترده دانشگاه‌ها انجام شده بود. پوربخش که به بیماری سرطان هم مبتلاست، در این اینستاگرامش نوشته بود: تا الان دستمان را جلوی کسی دراز نکردیم و بعد از اینم نمی کنیم، چه برای هزینه زندگی و چه هزینه های داروهای شیمی درمانی. امیدوارم برای استادان مورد نظرتون توی دانشگاه جای بیشتری باز بشه تا شاید متوجه بشید که با تحمیل آدم هاتون چیزی درست نمیشه. اون همچنین مدتی قبل با انتشار یک عکس خبر از روند درمان خودش توی یک بیمارستان تخصصی در فرانکفورت آلمان رو داد. اما به تازگی و بعد از انتشار تصاویری از ژیلاس صادقی، دیگر مجری پرحاشیه صدا و سیما که گویا به آمریکا سفر کرده بود، کاربران فضای مجازی سوال‌های زیادی در مورد این نوع پوشش ژیلاس صادقی توی ذهنشون شکل گرفته. اونا گفتند که مهسا امینی به مراتب پوشش بهتری نسبت به این خانم داشت و حکومت اونو کشت. کاربر دیگه هم گفته: ژیلا جون، اینجوری هم رات میدن توی صدا و سیما؟ کاربر دیگه هم در این رابطه نوشت: ژیلاس صادقی خونشور جمهوری اسلامی، قبل از عید نوروز آمریکا بوده و ساکن لاس وگاس، منزل دوستش. طبق شنیده‌های موثق، ژیلاس صادقی برای تمدید اقامتش به آمریکا اومده بود. حقیقت این که از درشت تا ریز این حکومت ذره‌ای به حرفایی که در دفاع از جمهوری اسلامی میزنند باور ندارند. در اولین فرصت همون آمریکای جهانخوار رو برای زندگی ترجیح میدن. کاربر دیگه هم نوشته: مهسا امینی رو به خاطر پوششش توی شهر غریب جلوی چشمو بدون اعتنا به التماس برادرش بردن و به قتل رسوندن، و حالا ژیلاس صادقی پرستوی نظام و مجری صدا و سیمای میلی که در زمان قبل انتخابات دلبری میکرد، از جایی که اظهار تنفر میکرد ازش داره بر میگرده. ژیلاس صادقی مثل باقی افرادی که در رسانه‌های حکومت کار کردن، نماد دروغ و دروییه. برای پول پوشش محجبه حکومتی به اصطلاح دم انتخاباتی مانتویی میزنه و خودش به خارج از کشور سفر میکنه. خواستم بگم این چیز جدیدی نیست. این در حالیه که قبل از اینا ژیلاس صادقی، مجری سابق صدا و سیما، گفته بود: من پاسپورت آمریکا دارم،
اما چرا باید به کشوری برم که بزرگ مرد کشورم رو کشتن؟ بذارید به من فوش بدن. اما چرا باید به کشوری برم که ایرانی ها رو تحقیر میکنن؟ اون مدتی قبل درباره اقامتش توی آمریکا توی برنامه برمودا کامران نجف‌زاده گفته بود من شهروند آمریکا هم. ایران رو به شدت دوست دارم و همین باعث شد اقامت دائم نگیرم. دوری از کشور باعث میشه همیشه استرس خبر تلخ و بد رو از ایران داشته باشم. اما بعد از این ماجراها مجتبی پوربخش به حضور این مجری توی آمریکا، اونم با حجابی متمایز با اون چه که در ایران میپوشه واکنش نشون داده و در اینستاگرامش نوشت: خانم صادقی، خاطرتون هست که توی یکی از اجراها در برابر اختلاس ها و دزدی ها گفته بود تو هم مقصری، تو شهروند مقصری. اما من میگم هر شهروندی آزاده هر جای دنیا بره، هر جور دوست داره لباس بپوشه. اما برای بقیه شهروندایی که تحت بدترین فشار اقتصادی و اجتماعیان گوخوری نکنه لطفاً. توییتر و ترکونده عکساشون توی فرودگاه. ایشالله که آمریکای جنایتکار نرفته بودن برای تمدید اقامتشون. مجتبی پوربخش متولد 8 آبان 1361 توی رشت، مجری و تهیه کننده است. فارغ التحصیل فوق لیسانس مدیریت رسانه و دکترای مدیریت ورزشه که دستی در خوانندگی داره و مدتی روابط عمومی هیئت فوتبال بود و حالا دانشجوی خلبانیه. بعد از اینکه تمام دوران کودکیش در مسیر دو سینما در شهر باران که یکی از اونا رو دایی بزرگش مدیریت میکرد و بوفه اون یکی هم در دست پدر بزرگش بود تردد میکرد، تمام رویاهاش شده بود ورود به سینما. اما کارش رو از صدا و سیمای مرکز گیلان شروع کرد. فعالیت خودش رو از باشگاه خبرنگاران جوان شروع کرد و دانش علمی و توانایی اجرا باعث شد در سال 1383 وقتی 23 ساله بود برنامه پربیننده اجتماعی گیلان ما رو اجرا کنه که نقش زیادی در شناخته شدن و شهرت اون توی استان داشت. مدتی به عنوان خبرنگار با روزنامه نسیم همکاری داشت و همزمان با تلویزیون در رادیو شروع به گزارشگری فوتبال هم کرد تا اینکه تونست برنامه تخصصی سکو رو توی شبکه باران راه اندازی کنه. در سال 1391 وقتی 30 ساله بود به دعوت پیمان یوسفی و مزدک میرزایی برای همکاری در برنامه اختصاصی لیگ دست اول به شبکه ورزش اومد و همونجا ماندگار شد. پوربخش به مدت 11 سال تصدی روابط عمومی هیئت فوتبال استان گیلان رو بر عهده داشت، اما در سال 1391 به خاطر حضور در تهران همکاری خودش رو با هیئت فوتبال قطع کرد. فعالیت اون در بخش ورزش و تهیه کنندگی باعث شد در سال 1396 با پیشی گرفتن از عادل فردوسی پور به عنوان بهترین تهیه کننده جشنواره فیلم‌های ورزشی رو به دست بیاره. مجتبی پوربخش از سال 1393 اجرای برنامه زنده فوتبال 1 در شبکه ورزش رو به عهده گرفت تا اینکه در مهر سال 1401 به دنبال حوادث سیاسی در تلویزیون کنار گذاشته شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.